بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام خدمت همه دوستان گرامی بنده آشکاران هستم از وبسایت learnfiles.com توی این ویدیو میخوایم بررسی کنیم که توی فصل اول آموزش پکیج اندروید ما چه مطالبی رو بررسی خواهیم کرد توی فصل اول بیشتر تلاش شده که ما بیایم و مفاهیم اولیه رو جا بندازیم ببینیم که اصلا قراره توی این پکیج چه اتفاقی بیفته قراره که با چه مطالبی آشنا بشیم شیوه کلی کار ما چی هست و هدف چیه در ویدیو بعدیش ما اومدیم توضیح دادیم که چرا از لینوکس استفاده میکنیم چرا من بعد از ان سال کار کردم به این نتیجه رسیدم که لینوکس سیستم مناسبتری مناسب تریه برای من توی تمام این دوره محوریت بر این هست که سیستمی که خودم دارم باش کار میکنم روش هایی که خودم بعد از چندین سال تجربه بهش رسیدم رو به شما آموزش بدم شما میتونی هر قسمتیش که فکر میکنی برات مناسبه رو بگیری و ازش استفاده بکنی اجباری وجود نداره که شما هم بخوای از لینوکس استفاده بکنی کما اینکه توی این آموزش ها علاوه بر اینکه نصب نرم افزار ها توی ویندوز رو توی لینوکس رو آموزش میدیم تو ویندوز هم هاش رو ضبط کردیم و داریم آموزش میدیم و هیچ مشکلی نیست شما میتونی از ویندوز هم استفاده بکنی اما من کاری که خودم دارم انجام میدم رو برای شما آماده کردم و میخوام بهتون نشون بدم دو تا ویدیو هم ضبط کردیم در ادامه که نرم افزارهای مورد نیاز مثل آفیس حالا تکس ادیتور کلاینت ایمیل وی سی واسه فیلم پخش کردن و چیزهایی که شما بتونی علاوه بر استفاده برنامه نویسی کاربری دسکتاپ خودت رو هم داشته باشی و ازش استفاده بکنی JDK و نت رو نصب کردیم و اومدیم و محیط رو کم کم داریم آماده می کنیم برای آموزش برنامه نویسی جاوا و در ادامه اندروید استودیو رو نصب می کنیم و کانفیگ کاملا هرفهی واسه اندروید استودیو می خواهیم داشته باشیم KVM رو نصب می کنیم برای سرعت بهتر شبیه ساز همون کما اینکه که می شه گفت توی این ورژن و ورژن های بعدی اندروید استودیو شاید دیگه نیازی به نصب KVM نباشه چون که خودش خود اندروید استودیو یه نسخه محدودی از KVM رو تو خودش گذاشته انقدر که این سیستم خوب هست و فوقلاده که به خود اندروید استودیو هم اضافه شده تو این ویدیوها ما میبینیم که چطور میتونیم سرعت ران برنامه من رو به کمتر از یک ثانیه برسونیم متاسفانه بزرگترین مشکلی که خیلی 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 زیاد از همکاران و شاگردای من دارن اینه که برنامه رو اجرا میکنن و متاسفانه بین سی ثانیه تا یک دقیقه حتی گاهن طول میکشه تا این برنامه خروجیش توی ساز یا گوشی به نمایش در بیاد الان شاگردای خود من سر کلاس روی فکر میکنم ده ده پونزه ثانیه رسیدن و حالا دارن از ویندوز استفاده میکنم و هرچی میگم اینا گوش نمیکنم و مشکل خودشونه همینجا هم سلام عرض میکنم خدمت تک تکشون خیلی دوستتون دارم توی این ویدیو میبینید که من چه جوری با یه لپتاپ معمولی نه خیلی خوبی که دارم میام و سرعت ران سیستم رو میارم زیر یک ثانیه کانفیگ حرفه اندروید استودیو یعنی این یعنی شما جوری باش کار بکنی که بهترین پرفورمنس و کارایی رو ازش بگیری اندروید استودیو آیدی ای از اینتلیجی آیدی ها استفاده کردن خیلی خوبه واقعا هوشمند و خیلی دوست یعنی منی که خودم برنامه نویسم وقتی حالا آپشنایی که به میده اون حرکت های خیلی ریز و قشنگی که از این آیدی میبینم لذت میبرم اینکه چطور میتونه پیش بینی کنه که من میخوام چی کار بکنم چه امکانات خوبی که در اختیار من میذاره فوق است فکر اکلیپس و فلان و فلان و فلان رو از سرتون بیرون کنید چون الان هر کسی از شاگردای دوره قبلی که ضبط کرده بودیم میگه آقا من فلان جای مشکل دارم ده خط صد خط می نویسه میگه آقا برو استودیو نصب کن دیگه چیکار داری میکنه الان دیگه وقت استفاده از کلیپس نیست توی این فصل نقطه اتکای ما میتونه کانفیگ حرفه‌ای اندروید استودیو باشه یعنی ویدئویی که بتونه برنامه نویسان رو جذب بکنه به این سیستم که بیان از این سیستمی که من میگم استفاده بکنن یعنی بیان یک لینوکسی نصب بکنن یه نسخه مناسب از لینوکس که بسته بر نیازهای هر شخص متفاوته من از الیمنتری او استفاده میکنم که بر پایه آبونتو هست و نسخه خوبیه یه چیزی سبک و روتین و مناسبیه شما شاید بگیم من از خود تو میخوام استفاده کنم من میخوام از لینوکس مینت استفاده کنم دبیان یا هر نسخه ای که دوست دارید اصلا مهم نیست اینها تقریبا فرقی ندارن اما اگر شما بیای مثلا از مثال میزنم این درست نیست نسخه سنتوس استفاده بکنی به درد نمیخوره چون سنتو ساخته شده بهینه سازی شده برای استفاده در سرور ولی شما بیا یک کاربری دسکتاپ بخوای ازش استفاده کنی شاید نتونی یه تجربه خیلی خوب داشته باشی ترجیحاً از نسخه های استفاده کنین که بیسش آبونتوه این باعث میشه تمام کدایی که من توی این برنامه ها ازش استفاده میکنم هر که نصب میکنم شما هم بتونید استفاده بکنید چون همش مال توی حالا نسخه های مختلفش تفاوتی ندارن یعنی کار با ترمینال و اینا همش یکیه پس هر نسخه که دوست داشته باشین لینوکس رو میتونید نصب بکنید و تفاوت رو احساس کنید شما اصراری نیست که بخوای بری لینوکس استفاده کنی میتونید برید تو ویندوز همه اینا رو نصب بکنید تو لینوکس هم نصب بکنید و بعد ببینید پرفورمنس سیستمتون تو کدوم بهتره و بعد بیاین از لینوکس استفاده کنید نه <applause> 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 در دو تا ویدیو انتهایی این فصل هم ما نرم افزار همین نرم که توی لینوکس نصب کردیم میایم توی ویندوز هم نصب میکنیم و شما میتونید اونا رو هم ببینید و چیز خاصی نداره اینجا ما فقط محیط برنامه نویسی رو آماده می کنیم در فصل بعدی شروع می کنیم برنامه نویسی جاوا توی نت بینز و فصل بعد شروع می کنیم برنامه نویسی اندروید رو توجه داشته باشید ما داریم گام به گام پیش میریم چون توی پیش نیازهای این دوره که کاربر و اون حالا دانشجو چی باید بلد باشه من نوشتم علاقه و پشتکار نیاز نیست که شما چیزی بلد باشی به خاطر همین انقدر دارم از صفر شروع می کنم که هر کسی که این ویدیو رو دید بتونه یاد بگیره شما میتونی بدی به مادر بزرگت و سال دیگه ازش یه برنامه نویس تحویل بگیری هیچ مشکلی نداره پس شما Uh, میتونید بدون هیچ پیش زمینه این ویدیو رو ببینید ازش استفاده بکنید و انشالله که تبدیل بشید به یک برنامه نویس خوب من تا جایی که بتونم دارم از پایه توضیح میدم تا uh, همه متوجه این ها بشن بتونم برنامه نویسی رو یاد بگیرن و امیدوارم که تک تکتون بتونیم به نه و از این دوره استفاده مفید رو بکنید و موفق و معید و پیروز باشید با ما همراه باشید